عزیزم، من که نگفتم خودت برداشتی. حالا مثل آدم شریف از اول برام تعریف کن و بگو جریان چیه. آقا عباسی، اون شب که خواستگاری بود، این دختر ژیله رو فرستادم سیرش این پسره بشه تو خواستگاری، شاید که سر عقل بیاد. خب بعد که این دختر ژیله اومد، بحث عددهای مهریه رو پیش کشید، اولش گفتم گزیده شدیم رفت. اما وقتی بهم گفت این عدد برای خانواده پروانه مهمه، اواخر آی کیو بودنم مدد رسون که چی؟ عدد رمز همین. ظهر جمعه پروانه ها خونه رفتن بیرون نهار رو بزنن ببرن و برگردن. راضی هم ازشون آقا، سر ساعت رفتن و علافمون نکردن. منم کلیدو انداختم رفتم تو حیاط و بعدم رفتم توی آپارتمان پروانه و یه راست رفتم سر گاوصندوق. آقا برهوتی بود، سکوت سکوت. اصلا آقا باورم نمیشد در گاوصندوق به این آسونی بشه باز کرد. هرچی تو اون گاوصندوق بود همشو ریختم تو اون ساکی که براتون آوردم. به جون شما، اون جعبه‌ای که میگین اصلا توی گاوصندوق نبود آقا عباسی. به جون وجود بی برکت نحس خودت. شغال، وقتی از اونجا اومدی بیرون چشت به این دختر ژیله نیفتاد؟ اواخر سکشانسیم دیگه، تا پامو از در گذاشتن بیرون مثل بختنگ نازل شدن رو سرم. فکر کنم خبر داشتن. خبر نداشتن. وقتی بحث مهریه رو پیش کشیدن، گرفتن چی تو ذهنتو میگذره، اومدن سراغت. آره حق میگی آقا عباسی، حق میگی. وقتی دیدیشون چی کار کردی؟ چی کار میکردم؟ سوارشون کردم دیگه. از خونمون تا کوچمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه. از خونمون تو کوچمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه. تو اون تاریکی شب وقتی قدم میذاشتم اوساله، همه این کاره به خاطر این بود که اون جواهر رو به دست بیاریم. به فنا رفتیم. یعنی گزیده شدیم ره؟ دودرمون کردن. عجب دور زمونه ای شده. شاید کار همین ژیله و خانددشش بوده. اونا اواخره با معرفتن، این کارو با دوستشون نمی کنن آقا عباسی. اگه جوایی رو بر می داشتن که نمی آمدن جنه من سبز باشن که. یه حرف حساب تو عمرت زده باشی همینه. من میگم شاید کار این پسر غلام رضاست، خیلی وقت ازش خبر نیست. شاید جوایی رو برداشتن زده به چاک. همینو میگم، باید بری پیداش کنی. از کجا؟ این دختر ژیله از جیک و پیکش خبر داره. بهش بگو اگه این پسر رو پیدا کنه یه مشتلق حسابی بهش میدم. اواخر عقل و دانشی آقا عباسی، حق تو خوردن. آره حق تو خوردن. نه وراجی نکن، یه فکری هم باید برای این چک و سفته ها بکنی. مگه نمیخوای بسوزونیدشون؟ اون وقتی میخواستم بسوزونمشون که گفتم جواهر رو داریم. الان که خودم دارم به خاک سیاه میشینم، اون مخ تو کلت یا خاکره. جسارت نباشه آقا، اگه این اینجا بمونه خطرناکه. به پلیس بگن میان اینجا رو میگردن پیداش میکنن. پلیس نکن، تو دلم رو بلرزمون. پلیس خبر نکردن. تازه به من چرا باید مشکوک بشن؟ حالا تا فردا شب یه فکر براشون میکنم. فعلا اینجا باشن امن‌تره. تو برو همون کاری که بهت گفتم رو بکن. برو. سلام تایی. سلام همگی. سلام. سلام. چیه؟ همگی قنبرک زدیم. دایی دوست اومده خونم. دوست اومده؟ دوست غلط کرده؟ من قلم پای اون دوست میشکنم.
آره چیشی دزدیده؟ گاه صندوق خالی کرده. گاه صندوق؟ تو چرا رنگ رو عوض شد؟ من بدبخت شدم، من بیچاره شدم، من به خاک سیاه نشستم، من دیگه رو نمیشه سرمو بالا بگیرم تو روی این اون نگاه کنم. برون چی شد؟ حالت خوبه؟ دایی جون خوبی؟ مامان برو یه لیوان آب واسه دایی بیار. بدو برون این چرا اینجور شد؟ آره خیلی خوب، حواست باشه، هر چی میتونی اطلاعات جمع کن. آره من یه سر میرم پیش پروانه، شب میام پیش تو. ممنونم. الو. الو. سلام. سلام. خوبی؟ شماره منو از کجا گرفتی؟ از جیلا. اون یکی شماره تو چرا واگذار کردی؟ واگذار نکرد. آها، داستان داره. چیزی شده؟ نه. صدا چرا اینجوریه؟ بابا یکم مریضه. یکم؟ راستش بیشتر از یکم. جدی؟ چی شده؟ مسئله مهمیه، باید بیای تهران. حتما حتما. نمیگی چی شده؟ بیا خودت میفهمی. باشه، همین امشب هر جوری هست راه میافتم. باشه، پس منتظرتم. باشه باشه، کاری نداری؟ نه، خداحافظ. خداحافظ. من برم ببینم چی کار میتونم براش بکنم. تا فردا همه چی معلوم میشه. اگه ریگی به کفش این پسره باشه گردنش میشکنم. زود قضاوت نکنیم، بذاریم ببینیم چی میشه. آره جلو پرستو از این حرفو نزنی، حالشو میفهم. پرستو دختر عاقلیه، ولی خب به هر حال اتفاق کمی هم نیست. این دیگه چه بساطیه، سردر نمیاره. من صبرم زیاده دایی، سال هاست منتظرم. میشم روش. میفهمم تو را. ببین دایی، من بارها گفتم بازم میگم، تو ماداگاسکار که بودم آدم شناس شدم. این پسر لندهور درسته که یه چیزیش میشه، ولی آدم خوبی بود. یعنی شما میگین فردا میاد؟ با میاد، معلومه که میاد. اگه جواهر پیدا نشه؟ دایی جون تو مطمئن باش اون جواهر پیدا میشه، برای اینکه اون جواهر چیزی نیستش که به این آسونیا بشه تو بازار آبش کرد و هیچکس با خبر نشه. میدونم دایی، اما اگه از کشور خارجش کنن چی؟ این باز از اون حرفاست که گهی میزنی تو بر ما. عزیز من، مگه اینجا ماداگاسکاره که هرکی به هرکی باشه، هرکی هرچی دلش خواست ببره و بیاره؟ این مملکت قانون داره. نمیدونم.
فقط نگرانم. نگران؟ نگران نباش. اگه من داییتم، من مطمئنم که اون جواهر پیدا میشه. یه سوالی میخوام ازت بکنم. تو تا حالا حرف حساب از من شنیده بودی؟ خدایش نه. دی منم همینی میگم دیگه. هر چیزی اولی داره. اگه میشه ما بیافتیم بمیریم وقت یه حرف حساب تو زندگی نزده باشیم. میشه؟ نمیشه که. خب به چی رسیدیم؟ جالبه، خیلی خوبه. نه الان که دیره، میرم یه استراحت کوچولویی میکنم، صبح اول وقت میام پیشت. آره قربان مخلص. خیلی نگران حال بابا بود. از دزدی هم حرفی زدید؟ نه اصلا. حالا کجاست؟ خسته بود رفت بخوابه. باشو باشو بریم. اگه دزد بود که دیگه بر نمیگشت امونه. باشو کنم دیگه. خوبه هم معرفتون کردم. با اجازه برو همونجا. شما بشین. نه با شما نبودم. شما بشین. من که به پرستو خانم گفته بودم نمیخوام مزاحمشم، دیگه به تحقیق نیازی نبود.
اگه ماجرا همون شب خواستگاری تموم شده بود، به نیازی نبود. چه ماجرایی؟ ببینم غلام رضا، تو هر گاف صندوقی رو میتونی واکنی؟ نه هر گاف صندوقی رو، اون قدیمی هاشو شاید. حالا چطور مگه میخواید براتون گاف صندوق باز کنم؟ بله، گاف صندوق آپارتمان آقای پروانه رو. میتونی؟ تا حالا ندیدمش، نمیدونم. میدونی جرم دروغ و کلاهبرداری چیه؟ آخه وقتی من نمیخوام از پرستو خانم خواستگاری کنم دیگه چه دروغی؟ مسئله فقط خواستگاری نیست که. پس چیه؟ دزدیه. دزدی؟ دزدی. تا حالا دزدی ندیدی؟ نشنیدی یه جایی رو دزد بزنه؟ چرا؟ اما منظور شما رو متوجه نمیشم. گاف صندوق آپارتمان آقای پروانه رو خالی کردن. الان متوجه منظورم شدی؟ تا حدودی. اولش اصلا باورم نشد. مادر کیه که اشتباه نکنه؟ کوچیک بزرگیش هم اصلا مهم نیست. بعضی کارا جرمن و مجازاتشون زندانی شدنه، بعضی هم نه. البته این به شانس هم بستگی داره که آدم چه موقعی چه اشتباهی میکنه. دلم روشنه که خودش گفت نقاط تاریکی تو زندگیش وجود داره. این یعنی نمیخواسته به هم دروغ بگه. اون انقدر دوستت داشته که حاضر شده به خاطر گذشتش ازت بگذره. میدونسته که اگه راست بگه نمیتونه به خاطر سابقه ای که داره باهات ازدواج کنه. به خاطر همین ترجیح داده هیچی نگه و بره تا اینکه دروغ بگه و بمونه. این خودش خیلیه. یعنی تو میگی بازم بهش اعتماد کنم؟ آره. آقا به من اعتماد کن. چجوری؟ وقتی با آبروی خانواده به این محترمی بازی کردی؟ به روح پدرم، من تا حالا به روح پدرم قسم نخوردم، اما به روح پدرم قسم من دزد نیستم. من فقط 6 تا عدد رمزو دادم به اون پسر هوشنگ. اونم مجبور بودم، بی پدر مادر واسم تله گذاشته بودن، عباسی ازم فیلم گرفته بود، مدرک داشت. ببین غلام رضا، اینا رو گفتی، یه چیز تازه میتونی بگی؟ به نظرم بهتر برید ببینید که اون دو تا عددو از کجا گیر آوردن. ببین کار منو به خودم یاد نده، همینجا باش، من برمیگردم. یکی از عددات تاریخ ازدواج من و پوران بود، دومین عدد تعداد شاخه‌های گل مریم مهریه پوران. چند دفعه بهت گفتم رمز تصادفی بذار آخه؟ شده. فعلا کاری نداری؟ جمشید، امیدم به تو. امیدت به خدا باشه پروانه جون. خداحافظ. پوران خان، یه لحظه. خداحافظ. خداحافظ. اون شب توی خواستگاری بحث مهریه هم مطرح شد؟ آره، البته قرار نبود بشه. آخه مراسم خواستگاری که نبود، یه آشنایی ساده بود بین پرستو و غلام رضا. این دختره ژیلا برای اینکه حرفی بندازه وسط یه چیزی گفت، دکترم پیشو گرفت. غیر از غلام رضا غریبه دیگه هم اونجا بود؟ نه، فقط ژیلا و پژمان. جالبه. حالا آقا جونم اصلا خوب نیست. دیشب تا صبح نخوابید، هی را میرفت با خودش حرف میزد، به این اون فوش میداد. به کی؟ حالا بگذاریم. نه بگو دیگه،
حتما به بابای من فحش میداده. پرسو یعنی چی؟ بابام به بابای تو چی کار داره؟ به بابای خودم فحش میداد، به خودش. خیلی نگرانم. این چی میشه؟ این دختره ژیلا با هوشنگ ارتباط داره؟ ارتباطشو نمیدونم. یه چند باری ژیلا اومد اینجا مزاحم شد، هوشنگ قرار بود جلوشو بگیره که دیگه برای من مزاحمت ایجاد نکنه. یعنی با هوشنگ ارتباط داشت بیرون میرفت؟ امکانش هست. یکی دو بار یه چیزایی از دهن هوشنگ در رفت، یه جوری حرف میزد که انگار به ژیلا علاقه داره. اگه این احتمال وجود داشته باشه که این دختره ژیلا عدد مهریه رو به هوشنگ داده باشه، هوشنگ از کجا میدونسته که جمعه ظهر میتونه بیاد گاوصندوق خالی کنه؟ آقا از اولش میدونست. وقتی منم میخواستم بیام اینجا برای پیدا کردن رمز گاوصندوق، گفت جمعه ها ظهر خانواده پروانه برای ناهار میرن بیرون. گفتین پسر هوشنگ برای عباسی کار میکرده؟ بله بله. پس اگه دزدی کارمون بوده باشه، همه چیز دست عباسیه. آره، چون عباسی روی این که جلوه پیش پلیس نمیره خیلی حساب باز کرده بود. جالبه. چرا؟ به خاطر خلافکاری های مالیش. پس بهتره تا نفهمیده پلیس تو کاره بفرستم سراغش. من با تو نبودم، با خودم بودم. آیا عباسی؟ اینجا مگه چراغ گاز که همینطور مثل کسی گوسرتون رو انداختی تو مدی تو؟ آیا کجا داری میری؟ درست رو بزن بسی که تو امرون معمول نداری؟ معمول؟ چیکار داری اینجا؟ برای نسبت شما این روزا هرچی میگه من معمولم، همینطور که نمیشه کارتی چیزی؟ این هم خوب بازی رسی. به شخص ارادتمند برادران خدوم و مخلص نیروی شریف انتظامی. ای آقا داری چی کار میکنی؟ دنبال چی میگردی اینجا؟ بکنم اشتباه آمدی آقا، اینجا هیچی نیست. چی میخواییدی اینجا؟ اینجاست. فکر کنم عمو جمشیدت فهمیده جریان چیه. چطور؟ عدد دوم رمز همون تعداد شاخه گلای مهریه بوده. تعداد مهریه شما رو که کسی نمیدونسته. چرا دو نفر میدونستن؟ کیا؟ ژیلا و پژمان. یعنی کار اوناست؟ فکر میکنم فلان که عمود رفته دنبالشو. اون شب قرآن برزا من گفت این دختر دختر داییش نیستا. خب تو نپرسیدی پس جریان چیه؟ چرا پرسیدم، ولی گفت داستان داره. الو. الو. سلام هوشی. سلام، چطوری؟ خوبم. الان کجایی؟ استانبولم. کجا؟ توی هتل. آخه خوبی؟ آه اواخر دلتنگیم. آخه ببینم رفتی دنبال کاری پاسپورته؟ نه وقت نکردم. پاسپورت منم. بچه‌مون چطوره؟ بهش بگو پاسپورت منم هست. خیلی حالش خوبه. نمیدونی ژیلا لعنتی بد جوری جلوه داره. زول نزن، یه وقت چشاتو میزنه برقش. ولی خوب شد نگزیدی دنبالمون بیاد.
باید میموندی اونجا یه سری کارا رو انجام میدادی. خب چه کارایی؟ ببین میری پیش یه آدمی به نام پروفسور. خب اسم و آدرس یه مالخر تو استانبول ازش میپرسی. خیلی خب آدرسشو بهم بده. بنویس. فکر نکردی اگه بری راستشو به قاسم آبادی بگی همه چی راحت‌تر حل میشه؟ آخه داستان داره. آدم که یه شب تو بازداشتگاه باشه دیگه اون آدم سابق نیست، دیگرون یه جور دیگه نگاش میکنن. من که یه سال بیشتر حبس کشیدم، کسی حرفامو باور نمیکنه. حالا میدونی اگه ازت شکایت بشه باز میفتی گوشه زندون؟ اینجوری آبروی خانواده‌ات نمیره؟ آخه من که دزدی نکردم. چی شده؟ دو سه روز خیلی با خودت حرف میزنی. چی بگم والا؟ از دست این ملت دارم دیوونه میشه. برای نسبت کدوم ملت دقیقا؟ اسم و رقم همه سفته ها و چک ها و این تراویل ها رو کشیدم بیرون دادم بهشون. دست دارم نکن. جناب جلوه، واقعا شرمنده. واسه چی شرمنده؟ غلام حسین خان دشمن شرمنده باشی. ویل کن بابا. چی شد آقا؟ آقا جان اتفاقی که افتاده، ولی من اگر این دوست بیبوته رو گرفتم پاشو دور گردنش میپیچم میچرخونمش. مطمئن باش اگه حقیقت رو گفته باشی و تا آخرش همکاری بکنی پروانه ازت شکایت نمی کنه. یعنی اگه ازم شکایت کنم؟ دوری متهم رو بیارش. چیز دیگه ای هست که بخوای به من بگی؟ من هرچی میدونستم گفتم. به روح پدرم یک کلمشم دروغ نبود. خیلی خوب خیلی خوب. سلام علیکم برادر. بشین میشنسیش؟ نه من شما رو میشنسم عزیزم. بله آقا عباسی، همدیگر رو میشنسیم. سلام. سلام برادر. ایشون تا حالا نیومده از شما پول قرض کنه؟ نه تازه هم اومده باشه عزیزم. خیلی از شغالای پایتخت میان از من پول قرض میگیرن، همشون هم شبیه همن. قرار نیست که قیافه همشون یادم بمونه که. ببین درست حرف بزن. حضرت جناب سروری سرهنگ، حالا ما میگیم سرهنگ، مدل حرف زدنم اینجوریه با. ولی بهت پیشنهاد میکنم مدلتو عوض کنی. ضمنا من سرگردم، بگو میشناسیش یا نه. حالا که فکر میکنم میبینم یه بار اومد یه پولی قرض گرفت ازم، میخواست مغازه بزنه انگاری. ها آورین بیشتر فکر کن، شاید بیشتر یادت بیاد. دیگه همین بود. چجوری پولو بهش دادی؟ سفته گرفتم پول نقد و دو دستی تقدیم آقا کردم. بعدم یکی اجیر کردی بره پول نقدشو بزنه. من؟ بله تو. نه به جون جناب سرگرد. آقا باسی تفره نرو، کریم مشنگ و تبوش و همه رو گرفتن، تمام داستان رو شده. شما ساکت شو. ببین عباسی
بیا جرم خودتو سبک کن. شاید کار هوشنگ شغال بوده، من بی خبرم. از اون پرسیدی؟ جالبه، به اونم میرسیم. تو فکر خودت باش. ببینم، یعنی تو از این آقا نخواستی بری برات رمزه گاف صندوقو بیاره؟ من؟ رمز کدوم گاف صندوق؟ رمز گاف صندوق آقای غلام حسین پروانه. ایشونو که حتما میشناسی؟ بله، ارادت دارم خدمتشون. ایشونو فرستادی رمز گاف صندوقو برات بیاره یا نه؟ معلومه که نه جناب سرگرد. رمز اون گاف صندوق به چه دردم میخوره؟ یعنی تو در حال دزدی از دفترت ازش فیلم نگرفتی، تهدیدش نکردی؟ نه، کدوم فیلم؟ همکاراتون که همه دفتر رو گشتن، فیلمی اونجا دیدن. اموال دزدی که تو دفترت بود و چی میگی؟ اونا رو هوشنگ برد داد دستم، گفت براش یه جای امن نگهش دارم. شما رفیقت برات امانتی بیاره قبول نمیکنی عزیزم؟ تازه‌شم من اگه به اندازه شغالم عقل داشته باشم میفهمم که مال دزدی رو نباید بذارم تو گاف صندوق دفترم. خیلی خوب، حالا بگو جواهر رو کجا گذاشتی؟ هر چی بوده همین بوده. خیلی خوب، شما یه چند دقیقه بیرون باشید. چشم. شما نه، با شما. تو نه. غلام رضا برو دیگه. خیلی خوب، حالا خیلی واضح و دقیق بگو جواهر رو کجا گذاشتی؟ من یه چیزی میگم شما ملتفت نمیشی، نمیگیری. یا ببین عباسی، برای بار آخر داستانو از اول مرور میکنیم. بکنیم. میدونی اگه اون پسر غلامرضا حرفایی رو که به ما زده پیش قاضی هم بزنه چی میشه؟ میدونی؟ آه؟ نه عزیز دلم. دو حالت داره. حالت اولش اینه که تو با ما همکاری کرده باشی، اون وقت ما هم یه گزارش خوب برات می نویسیم که توی حکمت اثر خوبی بذاره. اما حالت دوم، خودتی بهتر می دونی، بهتر نگم. گرفتم. آقای عباسی، ما می دونیم جریان چیه. تو هم بهتر رمزو بگی چجوری پیدا کردی، چجوری اون هم دستت هوشنگ رفته و گاف صندوقو زده. ما می دونیم تو بهش دستور داده بودی، می دونیم هم که همه چی رو آورده پیش تو. پس بهتره سر عقل بیای، به فکر آیندت باشی، وگرنه آقای عباسی آینده تو رو ما رقم میزنیم. روشنه؟ اولا اون پسر غلط کرده، هم چه عرضی فرموزه. بابا من شما چرا؟ چون همکاری نمی کنی. مجبوریم، میدونی که. پس بهتره که بگی. بگو. این هوشنگ ساکو آورد، گفت براش نگه دارم. گناه کردم، رفاقت کردم، مالش به امانت گرفتم. برید خیر اونو بگیرید. بابا یکی دیگه نارفیقی کرده، من باید تو اونشو بدم.
سلام کاپیتان. سلام دخترم. ببخشید شما نمیدونید آقای قاسم پور کجا رفتن؟ موبایلش خاموشه. با این فامیل دین که تازه اومده خیلی وقت رفتن. ممنونم. ما نفهمیدیم تو این دو سه روز تو این ساختمون چه زلزله اومده. شما فهمیدین به ما بگین. چشم. الو سلام عمو. سلام عمو جون. ببخشید بی موقع مزاحمتون شدم. رضا با شماست؟ بله اینجاست. اونجا یعنی بازداشتش کردی؟ فعلا نه. داره با همون همکاری میکنه. یه خبر برات دارم. چی عمو جون باز چی شده؟ اموال دزدی پیدا شد. یعنی جواهر پیش رضا بوده؟ نه خیر. پیش یه آقایی به نام عباسی. ماجراش مفصله. اون دو تا بازداشتی آوردن. ببرشون اتاق بازجویی. تا شب همون جون همه چیز معلوم میشه. باشه. ممنون. فعلا همون جون. خداحافظ. قربونت. بله. الو سلام علیکم. بفرمایید. بله بله ایشون هستن. گوشی حضورتون. غلام حسین خان گوشی رو بردارید. الو جانم بفرمایید. هر چه سریعتر با جلوه بیاین آگاهی. جواهر دست اون نیست، دست کی پس؟ پیداش میکنیم. دست درد نکنه جمشید جان. جلو سرگل اون پسره هوشنگ هیچ جا نیستش. به پدر مادرش هم گفته دارم میرم مسافرت. لیست همه پروازا رو چک کردن؟ داره انجام میشه. بگو همه مرزا رو چک کنن بعد مطمئن شیم از ایران خارج شده یا نه. چشم. برو. آره عمون گفت به زودی همه چی معلوم میشه. بالاخره ما نفهمیدیم این عمو تا یا دایید. والا داستان داره. اه پس داستان داره. خب داستانش چی هست؟ تو هم وقتی رو بردی ها. میگم حالا که بهم دیروز دوزیست آخر داستان رو میخوایی چجوری تمامش کنی؟ نمیدونم. کاش اون گذشتر هم نداشت. بس نمیخوای حرف بزنی؟ چرا اتفاقا میخوام حرف بزنم؟ ولی اصلا نمیدونم راجبه چی؟ من اصلا نمیدونم دزدی کدومه جناب سرگور؟ پس یعنی نه ارتباطی با هوشنگ داری؟ نه عباسی رو میشناسی؟ بله؟ از کجا باید بشناسم؟ جالبه. دوری؟ ای بابام هی دوری؟ بابا بزره رو بیاریش. بیا تو الان همه چی روشن میشه. شر دیگه بابا شری. از اولش هم شر بودی الان هم دومن ما رو گرفتی. ای خدا. آروم باش خانم. بشین بشین گفتم. از همدیگر رو میشناسیم. همشهری مانو و بلای جون. ببین خانوم تو الان متهم ردیف اولی. یه جواهر میلیاردی از یه گاوصندوق سرقت شده. از اول بگو ماجرا چیه. چه ماجرایی؟ شما که بهتر از من میدونین اون خدایی که اون بالا نشسته در توبه رو همه بندگونش باز کرده. بابا ما هم تو عمرمون یه غلطی کردیم تموم شد رفت. حالا هر کی هر جا دزدی میکنه باید بیان خیر منو بدبخت رو بگیرن. رمز گاف صندوق از کی گرفتی؟ من رمز گاف صندوق از هیچ گاوی نگرفتم. دوباره میپرسم هیچ ارتباطی با هوشنگ داری؟
ببینم هی میگین هوشنگ هوشنگ، همین یارو هوشنگ قاضی کلاهی رو میگین؟ خودشه. خیلی خوب، حالا با همین آقای قاضی کلاهی ارتباطی داری؟ شوهرمه. باش عروسی کردی؟ به خودمون مربوط و بزرگوار. بله درست آدم زایه‌ای، ولی دامادمونه. اون شب برای چی اومدی تو مراسم خواستگاری؟ میبخشید جناب سرگرد، ولی اگه مامور استخدام میکنیم ما هم واسطیم تا صف فرم پر کنیم. کسی از شما خواست دخالت بکنی؟ بله. ببین خانم، اگه هرچی رو میدونی بی کم و کاست به من بگی میذارم بری. روشنه؟ هرچی میدونستم گفتم، بی کم و کاست. ولی همین آقایی که میبینین اینجا وایساده الان داره واسه من ادای مفتشا رو در میاره، کل پول ما رو بالا کشیده. والا ما هم دنبال پولمون بودیم. اصلا مالمون چیه؟ اسکنتش هم باید بگیریم. منظورتون مال دزدی قبلیه دیگه؟ بله بله، دزدی قبلی و که اینه دوتا قناری مظلوم حبسشو کشیده ما تموم شد رفت. هر جرمی هم یه مجازاتی داره دیگه تو قانون، ما هم مجازاتشو کشیدیم. حالا هم دنبال پولمون بودیم که گرفتار شما و همکارای باهوشتون شدیم. البته خیلی ممنونیم ازتون، واقعا دستتون درد نکنه، وظیفتون انجام میدیم. ولی خب چرا آخه؟ هوشنگ کجاست؟ آخ جناب سرگرد، نگید که دلم خونه. یعنی نالوتی تر از این هوشنگ خودشه. میونه کرور کرور خواستگار خر شدم، زن این شدم. اینم یه هفته واسه ما شوهر نشد که، از شانس ما تو زرد از آب در اومد. از کی ندیدیش؟ از جمعه بعد خواستگاری اومد پیش ما. منم ماجرای خواستگاری رو واسهش تعریف کردم. بگمونم بهش برخورده که خواستگاری این رفیقشو که نمیدونه چه نارفیقیه من به هم زدم. آخه میدونه یه خوردم بچه ننه است، حتما رفته برای دل ننه، یعنی مامانش خانم نصرت خانم. تلفونش هم جواب نمیده. لاکردار. پس از جمعه تا حالا هیچ خبری ازش نداری؟ جناب سرگرد به من نگاه کنین لطفا. به جان همین برادرم که با خون دل بزرگش کردم، با دستای خودم کفنش بکنم اگه دیده باشن. خیلی بزرگواری، تشکر میکنم. بله بله، به جان جناب سرگرد، یه قرون دوزار که اصلا دیگه اونقدر ارزش نداره که منو کفن کنه. بله دیگه راست میگه. بله. کسی از شما سوالی پرسید؟ هی میگم انگار دارم پرت و پلا میگم، نگو سوالی نپرسیده بودین. حالا میتونین بریم، فقط از شهر خارج نشین، چون ممکنه نیاز بشه بیاد اینجا و سوالاتی ازتون بشه. راست میگه پج، ما خیلی بزرگ بریم. با خداحافظ. خسته نباشی. خداحافظ. سلام علیکم جناب سرگرد. سلام علیکم. بفرمایید. همه چی تکمیله، فقط سه چهار تا سکه کمه. آقا جان سکه به درک، فدای سر زن و بچت. جواهر چی شد جناب سرگرد؟ دستم به دامنت، امانت مردم، من شرمنده میشم. مدرسی بله قربان. عباسی رو بردار بیار اینجا. چشم قربان. بذار بیاد، بلکم شما رو دید خجالت کشید حرف زد. چی بگم بارم؟ لا اله الا الله، محبت کن. آخرش
سلام علیکم، ببخشید خجلت نکشیدی؟ نمردی؟ آی جلوه، به مال من دسترازی میکنی؟ خاک بر اون سرت، من اون جواهر از حلقومت میکشم بیرون. نارفیق سرطان. آقای جلوه، آقا جلوه، به جون آقا جلوه، شغالم باشم انقدر مقدار نیستم که جواهر رو بخوام بکشم بالا. کار این پسر هوشنگ بود، یه ساک ورد داد دستم، توش جواهرم نبود. بله بله، تو راست میگی، انشالله تشریف میبری اونجا بازجویی میشی. ببخشید، همه رو میگی. آقا جناب سرگرد، من که هرچی داشتم دو دستی تقدیمتون کرد. تا جواهر پیدا نشه اوزاد همینه، مگر اینکه با همون همکاری کنی. روشنه؟ آقا من چه میدونم این پسر شغال کجا قیبش زده. ای بابا چه خوشی میگذره، کجا بودی هرچی زنگ زدم موبایلت خاموش بود؟ یه گیر و گرفتایی داشتی. چه گیری؟ ایچی بابا، این پسر غلامرضا پامونو کشید آگاهی. ای توف به ذاتش بیاد، بالاخره گزید ما رو. حالا چطور تو بیرونی؟ فکر کردی با کی طرفی؟ مدرکی نداشتن نگرم دارم. ببین بود حواست جمع باشو، پیش پروفسور رفتی؟ نه، گفتم که بهت کجا بودم. باشه الان برو به جمشیلو، اصلا وقت ندارم. و ببین از اون سکایی که بهت دادم یکیشو میدی پروفسور عوض دستمزدش.